قوه قضاییه هند با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد کسی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توهین کرده باید در تلویزیون عذرخواهی کند. نوپور شارما، سخنگوی رسمی حزب هندو و ملیگرای بهاراتیا جناتا، با انتشار توییتی در صفحه توییتر خود ساحت مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله را مورد اهانت قرار داد. در پی این اقدام وقیحانه، موجی از خشم و اعتراض کشور هند را فرا گرفت و مسلمانان این کشور خواستار برخورد قضایی با فرد توهین کننده شدند. حال و بعد از گذشت چند هفته از این ماجرا، دادگاه عالی هند بر لزوم عذرخواهی سیاستمدار توهین کننده به پیامبر صلی الله علیه و آله در تلویزیون تاکید کرد. دادگاه عالی هند در بیانیه ای آورده نوپور شارما، سخنگوی رسمی حزب بهاراتیا جناتا باید در تلویزیون حضور یابد و رسما به خاطر اظهارات توهین آمیز خود علیه پیامبر خدا عذرخواهی کند. لازم به ذکر است در پی این اقدام موجی از تظاهرات اعتراض آمیز در شهرهای مختلف هند توسط مسلمانان برگزار شد که در مقابل نیروهای امنیتی و پلیس هند هر بار برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به زور متوسل می شدند. علی اکبری، اخبار شیعه. کارشناسان مسائل سیاسی هند معتقدند این موضوع بیش از حد به طول انجامیده و روز به روز در حال بحرانی تر شدن این اوضاع در داخل کشور هند است. ولذا اگر مسئولان ارشد حکومت هند به فکر چاره‌ای برای پایان دادن به این قائل نباشند، احتمال شدت گرفتن درگیری‌های داخلی میان مسلمانان و هندوها در این کشور وجود دارد که در نهایت هم می‌تواند به جنگ داخلی در این کشور منجر شود. به نظر می‌رسد دستور جدید قوه قضایی هند مبنی بر لزوم عذرخواهی رسمی سیاستمدار توهین کننده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تلویزیون اقدامی است برای کاهش دادن به سطح تنش میان مسلمانان و هندوها. با هدف بررسی جزئیات بیشتر این موضوع گفتگوی دارم با حجت الاسلام و مسلمین شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظما شیرازی در هند. سلام، وقتتون بخیر. علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما هم بخیر. آقا زنده باشید، ممنونم. این اقدام قوه قضاییه هند را چگونه ارزیابی میکنید؟ اقدام قوه قضاییه، یعنی قوه قضاییه که عالی کشور این اقدام را انجام داد و در بیانیه این حرف رو زد و خیلی حرفای جالب در این بیانیه هست و خوبه، اقدام خوبیه. البته اینو باید در نظر بگیریم که این اقدام مال قوه قضاییه یک چیزی هست که نباید به این مرحله میرسید و باید حکومت قبل از اینکه خود قوه قضاییه بیاد این کار رو انجام بده، خودش باید اقدام میکرد و قوه قضاییه خودش بعد از اینکه از همه کشور علیه این خانم و این آقا که توهین کردن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، خیلی در تعداد هزاران تعداد درخواست ها و چیزها از شهرهای مختلف به قوه قضاییه رسید، ایشون رسما یک لجنه ای که شامل 3 نفر از قاضیان برتر کشور هندوستان هستند را یک لجنه مانندی تشکیل دادن و آخرش این بیانیه را صادر کردن. و وقتی وکیل این خانم و آقا گفتن که ایشون از حرفشون پس گرفتن، گفتن نه، باید تو تلویزیون، چون توهین در تلویزیون شده بود، باید بیامدن از باید بیان رو تلویزیون به عموم عذرخواهی کنن. و این اقدام خیلی به نظر من خیلی چیز خوبی هست که بالاخره این تنش که تو کشور ایجاد شده را کاهش میدهد انشاءالله. بله، چرا قوه قضاییه دیر وارد عمل شد و واکنش نشون داد؟ ببینید که طبق روال و قانون هندوستان باید این امور را خود پلیس و خود یعنی حکومت مرکزی و حکومت‌های فدرالی
که تو هندوستان وجود دارن باید قبل از این که به قوه قضاییه برسه خودشون باید حل میکردن، چون طبق قانون هندوستان هیچ کس حق نداره به مذاهب دیگران یا شخصیات معتبر و محترم مذاهب دیگر را اهانت کنن. یعنی خود به خود این باید عمل را خود حکومت باید انجام میداد، ولی حکومت چون دیر کرد آخرش قوه قضاییه مجبور شد خودش بیاد و در این امر دخالت کند و به نظر میرسد که هدفشون همین بود که وقتی حکومت داره از این اون کاری که باید انجام میده انجام نمیده، قوه قضاییه بر خودش این عهده را گرفت و به خاطر کاهش دادن تنش، چون خیلی تنش زیاد شده و بعضی مناطق اصلا درگیری های شدیدی هم شده، این اقدام کرده. بله به نظر میرسه دیر هست، ولی قوه قضاییه طبق روال خودش انجام داد. باید حکومت قبل از این کار را انجام داده بود و نباید میرسید به این مرحله. بله ممنونم از شما. شیخ مصطفی ادیب هندی از کشور هند با ما بودند.